عقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بايات ونام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که هر کجا که هستید همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب علی و بینندگان عزیز و ارجمند سلام و عرض ادب دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی هستم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز همونطور که میدونین از چندین طریق ما با شما بینندگان بزرگوار در تماس هستیم، از طریق اسمس، از طریق سوالهای صوتی، از طریق ایمیل و از طریق واتساپ و با این روش ها ما میتونیم سوالهای شرعی شما را دریافت کنیم که طبق معمول برنامه را از اسمس یا همون پیام هایی که شما بینندگان عزیز فرستادین برنامه را آغاز میکنیم. جناب مولانا بیننده پرسیدن که من فردی را میشناسم موقع دوشیدن گاو قرآن میخونه مثل سوره های فلق، ناس. میخواستم بدونم مشکلی داره این کارش، چون به هر حال مکان تمیزی نیست اونجایی که قرآن میخونه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. رسول الله صلی الله علیه وسلم اون گونه که از ایشون ثابت هست و سنت ایشان هست الله متعال رو همیشه ذکر میکردند. روایت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم را هیچ چیزی از ذکر و یاد الله متعال باز نمیداشت مگر جنابت، یعنی محدودیت زمانی وجود ندارد که در هر حالی و در هر زمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر میکردن مگر در حال جنابت و مگر در حالت، یعنی در بیت الخلا و هنگام قضای حاجت. این دو مورد استثناء هست. از نظر زمانی در هر زمانی انسان میتواند که ذکر و یاد الله متعال را داشته باشد و قرآن خواندن و تلاوت قرآن یکی از موارد ذکر است. یعنی در هر موردی و در هر زمانی جایز است به استثناء زمان جنابت یا در هنگام قضای حاجت. از نظر مکانی هم هیچ محدودیتی در واقع نیست مگر همین موردی که عرض کردم که با خود این همراه بردن قرآن مجید در دستشویی از نظر شرعی حرام ناجایز هست و همچنین ذکر و تلاوت قرآن در حمام و در دستشویی جایز نیست. غیر از این موارد در جاهای دیگر در واقع جایز هست. و من جمله جاهایی که بسیار از علما هم فتوا هم بر این است که جایز نیست، یعنی خواندن قرآن بر روی قبرستان هست که وقتی که میتی رو دفن میکنند قرآن میخونند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که قبرهایتان را، خانه هایتان را قبر نکنید، یعنی خانه های شما مثل قبرستان نباشد که در قبرستان دیگه قرآنی یا مثلا نماز خواندنی امکان پذیر نیست، بلکه شما در خونه های خودتون سوره بقره رو اومده سوره بقره و قرآن را تلاوت بکنید. و یکی از جاهایی که در واقع اختلاف نظر هست در میان علما جایی هست که
به عنوان جایی که گوسفندان نگهداری می شوند یا گاو نگهداری می شود یا در هنگام دوشیدن گاو و گوسفند در واقع باشه، این از نظر شرعی خوندن قرآن در اون حالت و در اونجا اشکالی نداره. بالفرض اگر کسی حافظ قرآن هست، چند سوره ای اسکاری را اورادی را حفظ هست، در هنگام دوشیده نگاه ولو اینکه توی استبل باشه، توی جایی باشه که مخصوص حیوانات هست، خودش یعنی در دل خودش قرآن را تلاوت میکنه، هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره، زیرا که در چنین جاها رسول الله صلی الله علیه وسلم در مرابز غنم یعنی خوابگاه گوسفندان رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی نماز خوندن رو در واقع جایز دانستند، اما در مرابز ابل جایی که شتر میخوابد در اونجا جایز ندونستند. نفس. اما در موارد دیگر جایز هست، اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالش این است که من چند روز پیش با یکی از دوستانم دعوایم شد و الان با هم حرف نمیزنیم، اما او دیروز آمد و خواست با من آشتی کند اما من قبول نکردم، آیا من گناهکار هستم؟ از نظر شرعی یعنی قهر کردن با برادر و خواهر مسلمان از نظر شرعی جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه وسلم حجر را یعنی ترک کردن و قهر کردن را بیشتر از 30 روز جایز قرار ندادند. اگر بنابر مصلحتی باشد و ضرورتی داشته باشد جایز هست که انسان کسی را حجر بکند، ترک بکند، یعنی با فردی رفت و آمد نداشته باشد به خاطر یک نوع مصلحت دینی مثلا، و این ناجایز هست که انسان قطع رابطه بکند با خویشاوندی یا با دوست و عزیز، این درست نیست. و در روایت آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که در هر روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال بندگان به سوی الله متعال عرضه می شود و بالا می رود و الله متعال دو نفری را که با هم دیگر قهر هستند صحبت نمی کنند، الله متعال می فرماید که این دوتا را به تأخیر بیندازید تا زمانی که حتی یصطلحا، تا اینکه با هم دیگر در واقع صلح بکنند، و این از نظر شرعی جایز نیست. وقتی که فرد دیگر اومده پیش قدم شده و اون کسی که سلام را در واقع آغاز می کند، اون دلیل بر ایمانش هست، دلیل بر این هست که در واقع پایبندتر هست، دلیل بر این هست که می خواهد که صله رحم بکند و رابطه خودش را برقرار بکند، و اون طرفی که از اون خواسته شده که صلح بکند در واقع این رو باید بپذیرد، و اگر نپذیرد گناهش تنها بر اون کسی هست که نپذیرفته، یعنی دو نفر که با هم دیگر قهر هستند، خود این قهر کردن و قطع رابطه با برادر مسلمان این گناه و معصیت هست. اما اون کسی که رفته و از طرف اون مشکلی نیست، رفته سلام کرده، خواسته که روابط خودش رو دوباره شروع بکنند، معذرت خواهی کرده، اما طرف دیگر قبول نمی کند، همون کسی که قبول نکرده اون در واقع گناهکار هست. اما طرف دیگر که اظهار آمادگی کرده برای این که برم صلح بکنند، آشتی بکنند، برگردن اون دیگر گناهی باقی نمیماند و معصیتی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالش این است که یه آدم سی است خرسی نشان که 1 یا 3% الکل داره، آیا حرام خوردنش؟ قبلا عرض کردم در مواردی که الکل یا هر مواد دیگری که به عنوان مواد نگهدارنده هست، به عنوان ترکیب اصلیش نیست بلکه به عنوان یک ضرورت و یک نیاز استفاده میشه و به عنوان مواد نگهدارنده هست، اگر از اون استفاده نکنن چه بسا که اون مواد غذایی در واقع فاسد میشوند، این اشکال شرعی ندارد. 1% خیلی کمی داشته باشد که نه رنگی دارد، نه بویی دارد و نه طعمی دارد و تأثیری هم بر اون کسی که اینو استفاده میکند ندارد، خوردنش از خوردن چنین موادی از نظر شرعی اشکال ندارد، و خصوصا در وقتی که استحاله شده باشد، یعنی از اون حالت قبلی با توجه به این که اون صفات و ویژگی های اون ماده اصلی رو ندارد، استحاله شده به یک ماده دیگر، در این صورت اشکال شرعی ندارد و استفاده از آن جایز است. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که خوردن چیزی در 3 روز پرسه آیا حرام است یا حلال؟ در پرسه هایی که معمولا مردم میگیرند، اینها یعنی خلاف شرع است، یعنی خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. من پرسه رو نفهمیدم، اگه پرسه هم توضیح بدید. پرسه در اصطلاح این است که یعنی بعد از این که میت در واقع فوت میکند، تا 3 روز معمولا خانواده میت در خونه می نشینند و مردم برای تسلیت گفتن پیش اونها در خونه می روند یا در مسجد می روند و چه بسا که در این میان مهمانی و غذایی هم در کار باشه، این برای تسلیت رفتن رو میگویند که در اصطلاح عامه مردم پرسه هست. در این تسلیت گفتن از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد،
تسلیت گفتن به برادر مسلمان به خاطر مصیبتی که بر اون وارد شده نه تنها که اشکالی ندارد بلکه سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. هم تبریک گفتن به خاطر یک در واقع اتفاق و مناسبت زیبا و خوب و هم تسلیت گفتن به خاطر یک مصیبت، هر دوتاشون از سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند و روش اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم این بوده. در هنگام که یک فردی عزادار هست، مصیبتی بر سرش اومده، یکی از خویشاوندانش فوت کرده، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، ما میتونیم که تسلیت بگوییم، برای میت دعا بکنیم و برای بازماندگان میت در واقع تسلیتی رو عرض بکنیم، این اشکال شرعی ندارد. اما این که 3 روز تمام یا بیشتر از 3 روز مردم همه یعنی اعلام بکنند که در فلان جا، در فلان خونه و در فلان محله در واقع پرسه‌ای هست و در اونجا مردم جمع میشوند، یا اینکه مثلا ختم قرآن میگیرند یا اذکار اوراد دیگر یا تسبیحاتی رو معمولا در اونجا میخونند و غذایی در اونجا تقسیم میشود، در این 3 روز همه میدونند که در خونه فلانی در واقع قضا توزیع میشوند، اینها جز مواردی هست که خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم، عزیزانشون، عمویشون، همسریشون حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و دیگر عزیزانشون از دنیا رفتند، اما برای هیچ کدام از اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسه‌ای را به عنوان این که امروزه مطرح است رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسی نگرفتند. پس بنابراین خود این نشستن و 3 روز یا بیشتر از 3 روز عزاداری کردن با این کیفیتی که یکی رو میآورند احیانا یعنی به عنوان به اون مزد و پاداشی میدند که قرآن بخواند، یا مردم به اختیار خودشون میان و قرآن رو ختم میکنند و بعد از اون منتظر شام و غذایی هستند، اینها برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و یک نوع بدعت هست. تمامی مراسم، چه مراسم خوشی و شادمانی، چه مراسم غم و مصیبت رو اسلام اینها رو در دایره فطرت و در دایره صحیح در واقع قرار داره. در هیچ کدام از اینها ما حق نداریم که زیاده روی بکنیم، نه در مجالس شادمانی خودمان و نه در مجالس غم و اندوه. هر یکی رو در همون حد شرعی که وجود داره، در همون حد فطری که وجود دارد، ما باید مکلف باشیم و موظف هستیم که در واقع بر همون حدود شرعی در این موارد عمل بکنیم. این بنوان حکم خود این عمل هست، حکم این عمل هست. جایز هست که در ایام پرسه یا در 3 روز اول این که شخصی فوت کرده، همسایگان به خانواده ای که عزادار هست غذا بدهند به اندازه‌ای که نیاز دارند. چند نفر هستند، یکی از همسایه‌شون روزی یکی از همسایه‌هاشون غذا درست بکنند، به اندازه‌ای که خود اونها را کفایت بکند غذا ببرند بدهند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو فرمودند که اسنول آل جعفر طعاما، که برای آل جعفر عموزاده رسول الله صلی الله علیه و سلم جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه وقتی فوت کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردند صحابه را که برای خانواده جعفر در این 3 روز شما غذایی رو درست بکنید بفرستید خونهشون، که خودشون حوصله آشپزی رو ندارن، مشغول هستن به این مصیبتی که بر اونها در واقع وارد شده. اینش جایز هست، اما متاسفانه مردم اینو برعکسش کردن. وقتی کسی فوت میکند انگار که عروسی در خونهش برگزار هست. شاید برای عروسی همه مردم دعوت نشند یا اصلا نخواهند که بروند، اما برای عزا همه مردم در چندین نوبت هم میروند. در عروسی شاید یک مرتبه بروند، یک غذایی رو بخورند و تمام بشود، اما در عروسی در هر 3 روز صبح و ظهر و شام در واقع یا بیشتر از این هم متاسفانه مردم رفت و آمد میکنند و از عروسی هم در واقع طرف باید خرج بیشتری رو متحمل بشه. عرض کردم که جنبه شرعیش این است که همسایگان به خانواده میت، اونایی که عزادار هستند، غذا بدهند، اما مردم برعکس میکنند. تمام مردم شهر و روستا میروند در نزد اون خانواده ای که خودشون عزادار هستند، یک عزای دیگری اضافه بر اون عزای قبلی در واقع که مجبورن مهمانی هم بدند و خرج خیلی سنگینی رو در واقع و هزینه ای رو بکنند، و چه بسا که افرادی هم ندارند و مجبور هستند که به خاطر بدنامی خرج بکنند و در واقع یک چیزی رو به مردم بدن. از نظر شرعی اگر اون غذایی که داده می شود، اگر غذایی که داده می شود از مال میت هست، یعنی از ترکه‌ای هست که مال میت بوده الان اون به جا گذاشته، قبل از تقسیمش اون رو دارن به مردم میدهند، این حرام و ناجایزه، زیرا که چه بسا تمام افراد در آخر راضی نباشند به این که مثلا بزرگ اون خانواده چون این اقدامی رو کرده باشه، یا اساسا برخی از اونها یتیم باشند، یعنی هنوز به سن تکلیف نرسیده باشند، نابالغ هستند و اجازه رو هم ندادند
و این خوردن مال مردم به صورت ناحق و ناجایز هست. این یک مورد هست. اگر این گونه باشند حکمش این است که حرام هست خوردن مال مردم بدون رضایتشون و بدون طیب خاطرشون، و خصوصا کسی که نابالغ هست خوردن مالش از نظر شرعی جایز نیست و حرام هست. انسان باید در این مورد حتما باید احتیاط بکنه. و بسیار از فقهای احناف هم در این زمینه مطالب خیلی گسترده و کتاب خیلی متنوعی در این زمینه نوشته شده و این رو جز موارد حرام قرار دادن، یعنی تحریم کردن غذایی رو که در هنگام عزاداری و در بخول این بیننده من در ایام پرسه در واقع تقسیم میشه. اما نظر من این هست که اگر واقعا این غذا مال یتیم نباشد، مال وارثان نباشد که بدون اجازه اونها به مردم بدهند، یکی از وارثان از طرف خودش غذایی رو مثلا به مردم میدهد، این نمیتونیم بگیم که 100% این غذا حرام هست، زیرا که غذای حلالی هست در اصل، در اصل این حلاله و صاحبش اینو به رضایت خودش به یک فردی در واقع داده. گرچه حکم شرعی این است که در این وقت رو به عنوان یک میهمانی و به عنوان یک جشن نگیرن، اما بالفرض اگر کسی چون این کاری رو کرد، غذایی که در واقع در این ایام داده می شود حرام قطعی و 100% نیست. اما افرادی رو که زی نفوذ هستند اگر نروند حرف اونها در واقع تأثیر داره، یا اینکه خوردن از این غذا رو به عنوان یک مهر تاییدی بر چنین مراسم میدونن، این افراد باید حتما پرهیز بکنن. اما عوام مردم بالفرض اگر رفتن وقت نهار بود بالفرض سفره رو انداختن، اشکالی ندارد که در واقع در خونه میت آبی چای این غذایی که برایشون تقدیم شده اینو بخورن، این حرام قطعی و 100% نیست. جزاکم الله خیر. یکی از بیننده ها سوالی پرسیدن، گفتن که بعضی از علما میگن کسی که 7 جمعه پشت سر هم نماز بخواند ثواب حج تمتع رو دارد، آیا این حرف درست است یا نه؟ در مورد ثواب جمعه روایات صحیح اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، من جمله این که الجمعه تو الی الجمعه، یعنی جمعه نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه، رمضان تا رمضان، اینها کفارتون لما بینهن، اینها کفاره گناهانی میشوند که انسان در این میان انجام داده، به شرط این که انسان از گناهان کبیره در واقع پرهیز بکنه. این ثواب و فضیلتی هست که در واقع نماز جمعه دارد و فرضیتش هم در حد فرضیت نماز ظهر اون روز هست، یعنی یکی از نمازهای پنجگانه هست که در واقع در روز جمعه به جای نماز ظهر که 4 رکعت میخونند روز جمعه 2 رکعت در واقع میخونند، به اضافه 2 خطبه‌ای که در واقع جایگزین همون 2 رکعت نماز فرض هست. و این مطلبی که گفتند که 7 جمعه در واقع ثواب یک حج عمره رو داشته باشد، این از نظر شرعی صحت ندارد و من در این مورد حدیثی رو به خاطر ندارم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن، میگویند که انجام دادن خیرات برای مردگان سود و منفعتی ندارد، چون متوفی باید با دستان خودش خیرات انجام میداد، آیا صحت دارد یا نه؟ این حرف صحت ندارد. به اتفاق علما، یعنی کسانی که از دنیا رفتند، از اعمال انسانی که در واقع بعد از اون هدیه میکنند اعمال صالحه رو، اینها در واقع منتفع میشوند و سود میبرند. موارد متعددی به صورت کلی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، مانند این که من مات و علیه صیام صام عنه ولیه، کسی که از دنیا برود و در واقع صیام و روزه برگردنش باشد، قضایی روزه باشد، ولیش میتواند به جاش روزه بگیرد، پس بنابراین ثواب روزه به میت میرسد. و همچنین در مورد حج و در مورد عمره روایت متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده و اینم قطعا ثوابش در واقع میرسد. غیر از این موارد دیگری هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، که وقتی که ابن آدم در واقع از دنیا می رود عملش ختم می شود، مگر در 3 مورد که اینها هنوز ادامه دارد، یا علم نافع هست، یا این که صدقه جاریه ای که خودش انجام داده، او ولد صالح یدعو له، یا فرزندی که فرزند نیکوکار و صالح باشد که برای اون در واقع دعا بکند. اینها مواردی هست که از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کافی و به صورت واضح یعنی ثابت شده که ثواب این
اعمال به میت در واقع میرسد و یکی از مواردی که ثواب در واقع به میت میرسد مواردی هست که صدقه دادن برای میت است. من تا اینو در احیانا چه بسا که مردم در این زمینه افراط میکنند. در مورد ایصال ثواب به میت بالاترین چیز همون چیزی هست که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان کردند، یا همون حج عمره هست که قبلا عرض کردم، یا دعایی هست که یک فرزند صالحی یا دوست و عزیزی برای در واقع کسی که از دنیا رفته انجام میدهد. از این موارد تمام بگذاریم، حتی صدقه مالی هم در واقع ثوابش به میت میرسد. صدقه مالی اگر کسی به جای میت در واقع صدقه ای را بدهد، اینم انشاءالله ثوابش قطعا به میت میرسد، به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که قربانی میکردند احیانا این قربانی رو میگفتند که ان محمد و آل محمد و امت محمد. این در واقع یک صدقه در واقع مالی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو برای خودشون و برای آل محمد و امت محمد. آل محمد و امت محمد افرادی هم بودند که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از ایشون از دنیا رفتند، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنها، حضرت خدیجه و بسیاری از آل محمد و همچنین امت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند. این جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم بیانگر این است که این گوشت قربانی در واقع هم برای در واقع زندگان امت محمد هست و آل محمد و هم برای مردگان. از این روایت ثابت می شود که ایصال ثواب با صدقه دادن برای مردگان هم از نظر شرعی جایز هست و اشکالی ندارد. غیر از این هم هست که البته اون بیشتر جنبه رسیدگی به دوستان میت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقتی که گوسفندی را ذبح می کردن قسمتی از گوشت آن را می فرستادن به در واقع دوستان حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به خاطر وفایی و چه بسا به عنوان ایصال ثوابی هم باشد برای خود حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن شوهرم فوت کرده، مهریه ام را نداده ولی من بخشیدمش، آیا الله او را میبخشه یا نه این حق بر دوشش هست؟ این فردی که فوت کرده، ایشون میگن که شوهرشون فوت کرده، از نظر شرعی مهریه یک قرضی هست و هم هست برگردن شوهر که هر وقتی که زن اون رو مطالبه بکند یا نیاز داشته باشد شوهر باید مهریه رو پرداخت بکند و این مهریه حق اختصاصی زن هست. پدر و مادر زن، برادر زن، هیچ کسی در این مهریه هیچ گونه حقی رو در واقع ندارند و حق اختصاصی خود این زن هست. به هر گونه که در این مهریه خودش دخل و تصرف بکند از نظر شرعی چون این حق رو دارد، مال خودش هست، هر کجا که میخواهد مصرف بکند، به هر کسی که میخواهد ببخشد. و وقتی که شوهر ایشون فوت کرده از نظر شرعی، یعنی وقتی که مال و اون ترکه رو حساب میکنند اول باید این قسمت رو جدا بکنند. بالفرض شوهر ایشون وفات کرده و مالی رو قطعا شاید به جا گذاشته باشه و ترکه و میراثی رو به جا گذاشته، اول باید این مهریه رو از این مال جدا بکنند، اینو به اون زن بدهند و بعد از این باقی مانده ای مال به عنوان میراث در میان وارثانش تقسیم می شود که یکی از وارثان باز هم خود زنش هست، فرزندانش هستند، پدر و مادرش هستند و وارثانی که الله متعال در قرآن صراحتن اونها را ذکر کرده. این راه اصلی و روش شرعیش است. بالفرض این که شوهر وفات کرده باشد و مالی رو به جا نگذاشته باشد، مالی رو به جا نگذاشته باشد که مهریه زن رو بتوانند از اون مال در واقع پرداخت بکنند، این قرض هست، ولی میت باید اینو پرداخت بکنه به زن. بالفرض که پدر میت هست، برادر میت هست، به هر صورت ولی میت از نظر شرعی مکلف هست اون قرضی رو که بر این میت بوده اینو به قرضداران و اون کسانی که طلبکار هستند پرداخت بکنند. و اگر همسرش، زنش، یعنی این مهریه رو بخشیده باشد هیچ گونه حرفی در این زمینه وجود نداره. عرض کردم که این حق زن هست، میتواند که آن را ببخشد، چه به شوهرش ببخشد یا اینکه به یک فرد دیگری ببخشد. اگر به شوهرش را بخشید، مهریهش را معاف کرد، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، معاف میشود و الله متعال در روز قیامت اون میت را و شوهرشون را انشاءالله محاسبه هم نخواهد کرد. اگر ببخشد، بخشیدنش از نظر شرعی معتبر خواهد بود. جزاکم الله خیر. یکی از بینندگان پرسیدن کسی که تریاک میکشه و زن طلاقی میخوره، یعنی قسم از این زن طلاقی میخوره که دیگه تریاک نمیکشم، اما دوباره میکشه، آیا
با اینکه دوباره کشید زنش طلاق میشه یا نه؟ انسان از نظر یعنی فطری و انسان باید خودش رو در معرض چنین مواردی که اشکال برانگیز هست نباید قرار بدهند. طلاق را در شریعت اسلامی به عنوان یک راه نجات از زندگی هست که تبدیل به یک جهنم شده و قابل تحمل نباشه. چه بسا احیانا زندگی بعضی افراد به هم یک مرحله میرسد که به هیچ عنوان قابل تحمل نیست، نه برای شوهر قابل تحمل هست و نه برای زن قابل تحمل هست، و این طلاق رو الله متعال مشروع گردانیده تا اینکه در چنین مواردی انسان از این حقش استفاده بکند و خودشون رو به آرامش برسونند، هم زن آزاد بشود از این در واقع زندگی که نمیتواند تحمل بکند و هم شوهر آزاد بشود. و این طلاق یک امر تعریف شده هست در شریعت اسلامی و یک کیفیت خاصی رو دارد، الفاظ خاصی رو دارد و حتی زمان خاصی رو دارد که باید کیفیت مشخص باید این طلاق از نظر شرعی باید واقع بشه. طلاق سنی داریم و طلاق بدعی داریم، این طلاق سنت هست و طلاق بدعت هست. طلاق سنت اون طلاقی هست که بر طبق سنت و دستورهای الله و رسول باشد، همان گونه ای که الله متعال دستور داده و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تبیین فرمودند اگر کسی بر اون طریق طلاق بدهد میگویند که این طلاقش طلاق سنت هست. یعنی نه اینکه طلاق دادن سنت هست، بلکه یعنی این روش روش اسلامی هست، بر طبق اون روشی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردند. روش در واقع مسنون طلاق یا اون روش شرعی طلاق این است که شوهر یک طلاق رو واقع بکند، فقط یک طلاقی رو واقع بکنند. یعنی دو طلاق دادن در یک مجلس، سه طلاق دادن در یک مجلس، اینها یا اینکه در یک طور باشند، اینها از نظر شرعی در واقع خلاف شرع هست، اینو جزء طلاق بدی در واقع محسوب می شوند. یعنی این که شوهر یک طلاقی رو فقط صادر بکند، فقط یک طلاق را، اون هم در یک طوری که در یک طهر، یعنی در یک حالتی که زن در حالت حیض و عادت ماهیانه نباشد، و شرطش هم این است که در آن طهر حتما باید در طهر باشه، در عادت ماهیانه نباشد، و در این طهر در واقع زن و شوهر با هم دیگر نزدیکی نکرده باشند، نه در این طهر و نه قبل از آن، بالفرض در زمان حتی عادت ماهیانه که از نظر شرعی حرام هست، از نظر شرعی که خودش اساسا حرام است، اما باید یعنی این زن و شوهر در این طهر و پاکی و قبل از آن هم در واقع در اون عدت در عادتی که بوده با هم دیگر نزدیکی نکرده باشند، در چنین زمانی شوهر می تواند که زن خودش رو طلاق بدهد، فقط یک طلاق و فقط و در حالت طهر باشد و در طهری باشد که در اون در واقع با همسرش در واقع نزدیکی نکرده باشد. وقتی که این یک طلاق را داد باید صبر بکند، باید صبر بکند تا اینکه عدهش در واقع تمام می شود، یعنی اینکه سه عادت ماهیانه بر این زن بگذارد، سه عادت ماهیانه بر این زن بگذارد. الان یک طلاقی را داده، یک طلاقی را بیشتر نداده. خب کسانی که طلاق شرعی رو بلد هستند، راه چارش رو میدونن، به هیچ عنوان این زن و شوهر دوباره پشیمان نمیشوند و به بنبست نمیرسند. وقتی که این طلاق رو صادر کرده، این زن و شوهر تا سه ماه فرصت دارن، تا سه ماه یا به تعبیر دقیق تر سه عادت ماهیانه زن و شوهر حق دارند که به همدیگر دوباره رجوع بکنن. اگر رجوع کردن معنیش این است که دوباره بگن که ما زن و شوهر هستیم، یعنی بازگردن به زندگی زناشویی خودشون به هر گونه‌ای که باشد، لازم نیست که بازوان بازگردن. اگر بازوان بازگشتند و مرد گفت که من پشیمان شدم، ما زن و شوهر هستیم، هم خوبه. اگر رفتن در یک خونه زندگی کردند و در واقع همبستری کردند، خود این عملشون ادامه زندگیشون به معنی رجوع حساب میشه، یعنی دوباره زن و شوهر همدیگر میشن. اگر رجوع نکرد تا اینکه سه ماه در واقع گذشت، به این معنی هست که اینها از هم دیگر جدا شدند، اینها از هم دیگر دیگه جدا شدند و این باین هست، یعنی بینونه صغرا هست، یعنی به صورت در مقطع اول مرحله اول اینها از هم دیگر جدا هستند. خب این جدایی، این طلاق مثل این است که با هم دیگر سه طلاق داده باشه
وقتی که سه طلاق داده باشه بدون نکاح یا بدون اینکه ازدواج مجدد باشه نمیتونن به هم دیگر بر بگردن، الان هم نمیتونن بدون نکاح با هم دیگر برگردن. منتها تفاوتش با سه طلاق این است که در موردی که شوهر زنش را سه طلاق داده باشه به هیچ عنوان نمیتوانند بر بگردن، مگر در صورتی که زن برود شوهر دیگری رو بگیرد و اون شوهر دوم طلاقش بدهد و دوباره بخواد با شوهر قبلیش ازدواج بکند. این بینونه کبرا هست، این به صورت قطعی و همیشه از هم دیگر جدا هستن، تنها راهش این است. اما در صورتی که یک طلاقی رو داده باشد و عدتش گذشته باشد میتونن دوباره با هم دیگر ازدواج بکنن، میتوانند که دوباره با هم دیگر ازدواج بکنن. اگر نخواست قبل از اتمام در واقع عده میتواند که طلاق دیگری رو هم بدهد. یعنی اینکه تا 3 ماه دیگر باز هم فرصت دارند که به هم دیگر دوباره بازگردن، یا یعنی اینکه طلاق سوم رو در واقع با همون کیفیتی که عرض کردم میتواند که بدهد. و اگر عدت گذشت دیگه مجالی برای طلاق دوم و سوم باقی دیگه در واقع نمیماند. اگر خواستن میتوانند دوباره با هم دیگر زندگی بکنن، دوباره نکاح مجدد بکنن و به زندگی خودشون ادامه بدن. پس بنابراین طلاق در شریعت اسلامی یک امری هست، یک راهکار برای حل یک مشکل. متاسفانه امروزه بسیاری از مردم اینو خود و طلاق رو به عنوان یک مشکل، یعنی یک معضل در جامعه در اومده، و به خاطر این است که مردم از این روی کرده طلاق و روش طلاقی که در شریعت اسلامی بیان شده از این در واقع اطلاعی ندارند و به صورت نامشروع و غیر شرعی این حق رو دارند استفاده میکنن. و در مورد یعنی مشخصه که سوال بیننده عزیزمون بود، از نظر شرعی اون کسی که طلاق رو قسم میخواد، بله الان مثلا این دو تا حالت داره. یکی این هست که یک فردی میخواهد که زنش رو طلاق بدهد، نیتش نیت طلاق هست، میخواهد که زنش رو طلاق بدهد و میگوید که اگر خورشید طلوع بکند زنش طلاق، اگر خورشید طلوع بکند زنش طلاق هست. خب این میخواست طلاق بدهد اما طلاق رو چکار کرده؟ معلق کرده. یعنی یک تایمی رو در واقع تعیین کرده، زمانی رو تعیین کرده که در فلان زمان این زن چکار میشود؟ خود به خود طلاق میشود. هدفش طلاق بوده و اینو مشروط کرده و معلق کرده برای یک اتفاقی. اگر فلان اتفاق بیفتد زن در واقع طلاق هست، خودش هدفش هم در واقع طلاق دادن هست. این طلاق معلق هست، طلاق معلق، و وقتی که اون اتفاق بیفتد طلاق در واقع واقع شده. درست. چون که هدف در اینجا طلاق بوده. اما در مواردی هست که شوهر نمیخواهد که زنش را طلاق بدهد، زندگیش خوب هست، راضی هست از زندگی خودش، فقط میخواهد که خودش را مجبور بکند بر انجام یک کاری، یعنی به عنوان قسم از اون در واقع استفاده بکند. قسم خوردن به نام غیر الله متعال و به غیر صفات الله متعال حرامه، جایز نیست. قسم خوردن به طلاق، قسم خوردن به سر و جان یکی، به روح فلانی و نمیدونم به فلان قبر و به فلان پیغمبر، به فلان ولی، امامزاده، به تمام اینها قسم خوردن حرام، جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من کان حالفا فلیحلف بالله. هر کسی میخواد قسم بخورد مجبور است که قسم بخورد، به نام الله متعال قسم بخورد، یا یعنی اینکه ترک بکند قسم رو نخورد. قسم خوردن به طلاق یا غیر طلاق از نظر شرعی جایز نیست. اما این موردی که کسی میگه که اگر من فلان کار را کردم و هدفش این است اون کار را انجام ندهد، اون کار را انجام ندهد و گفت که زنش طلاق باشه، این نظر من در این مورد این است که این قسم به طلاق هست، نه طلاق معلق. طلاق معلق نیست که اگر اون کار اتفاق بیفته زن در واقع طلاق بشه. این قسم به طلاق هست، این خودش کار حرامی بوده که انجام داده، نباید قسم به طلاق میخورد. و قسم طلاق یک قسم غیر معتبر هست از نظر شرعی و جایز نیست. و به نظر من اگر اون کار را انجام بدهد در این زمینه طلاقی واقع نمیشود و صرفا کفاره ای رو میتواند که ادا بکند، و این کفاره قسم رو که بنابر قول حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه کفاره قسمی رو ادا بکند، و کفاره قسم این است که 10 مسکین رو غذا بدهد، یا اینکه 10 مسکین رو لباس بدهد. غذا دادنشون به هر نفر در واقع نصف سا هست، یعنی معادل تقریبا 1.5 کیلو گندم یا برنج یا موارد دیگر از اقلام غذایی، یا 10 نفر رو غذا بدهد، یا 10 نفر رو لباس بدهد، مثلا یک دستمالی بدهد یا پیراهنی بدهد، یا اینکه زیر پیراهنی مثلا بدهد به هر نفر مثلا یکی رو. تمام اینها هر یک از اینها به عنوان لباس محسوب می شود، و در صورتی هم که توانایی مالی نداشته باشد به جای اون می تواند که 30 روز رو روزه بگیرد و این قسمش در واقع شکسته می شود و از بین می رود. درست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که می خواستم بدونم
کوتاه کردن مو برای زنها آیا مشکلی دارد از لحاظ شرعی یا نه؟ کوتاه کردن مو از نظر شرعی جایز هست. این هم برای مردان جایز هست و هم برای زنان. هیچ گونه دلیلی که در واقع گویای ممنوعیت این کار باشد که حرام باشد کوتاه کردن مو برای زنان، چون این دلیلی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نقل نشده و جایز هست و در هنگام حج و عمره جایز هست که مو رو کوتاه بکنند، به هر مقداری که کوتاه بکنند جایز هست، منتها برای خروج از در واقع احرام کافی است که به اندازه سر انگشت کوتاه بکنند. و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چه بسا که فرهنگ در اون زمان فرهنگ متفاوتی بوده با این زمانی که امروزه ما هستیم. در اون زمان موی بلند یک نوع آرایش بوده، به عنوان یک نوع زینت در واقع بهش نگاه می شده. اما در امروز چه بسا که در بسیاری از جوامع موی کوتاه به عنوان آرایش در واقع مطرح شده باشند. در روایت اومده ثابت هست که همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از وفات ایشان موهای خودشون رو کوتاه می کردن. ازواج مطهرات امهات المؤمنین بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم موهای خودشان را کوتاه می‌کردند و دلیلشون این بود و توجیهشون این بود که اکنون دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند و ما نیازی به آرایش نداریم و به این خاطر در واقع موهای خودشان را کوتاه می‌کردند. پس بنابراین معلوم می‌شود که کوتاه کردن مو از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست، در صورتی که زن به عنوان یک نوع آرایش اون رو استفاده کرده باشد. منتها در این زمینه یک معیاری وجود دارد. معیارش این است که این اتباع از زنان کافره نباشد، اتباع از یک مدل خاص و از یک در واقع کیفیت کوتاه کردن، در واقع یک شعار یک ملت نباشه، شعار یهود و نصارا نباشه، شعار از یک در واقع زنان کافری نباشه که بخواد طبق اونها و بر طبق اون مدل و اون کیفیت موشو کوتاه بکند. این یک مورد. و مورد دیگر این که شبیه به مردان نباشند. این اون کیفیت و اون حالتی که مردان موی خودشان را شکل میدهند، زنان اجازه ندارند که تشابه به مردان بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم زنان مرد نما را، یعنی اون زنانی رو خودشون به شکل مرد در می آورند و همچنین مردان زن نما را رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین کردند. غیر از این دو مورد زن اجازه دارد که موهای خودش را در واقع کوتاه بکنند. فقط تشبه و پیروی از مدل زنهای کافره و شعار ادیان دیگر نباشد و مورد دوم این که شبیه به مردان نباشد. کوتاه کردن موی سر برای زنان هیچ گونه اشکال شرعی و ممنوعیتی نداره. درست. جزاکم الله خیر. آقا مهدی از کردستان سوال کردن آیا سیگار کشیدن از لحاظ شرعی حرام است یا نه؟ از نظر شرعی تمام مواردی که برای در واقع بدن ضرر هستند، یکی ضرر دینی دارند یا ضرر دنیوی و یا جسمانی دارند، از نظر شرعی حرام هستند. شریعت اسلامی در این زمینه یک قاعده رو قرار داده که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در اسلام ضرر رسانیدن در واقع نیست، یعنی خود ضرر و ضرر رسانیدن در اسلام محکوم هست و حرام هست. یعنی هیچ انسانی اجازه ندارد که به خودش یا به دیگران ضرر برساند، به مال و جان خودش یا به مال و جان دیگران یا حیثیت و آبروی دیگران. به صورت کلی ضرر رسانیدن از نظر شرعی در واقع جایز نیست و هر گونه موردی که ثابت بشود از نظر پزشکی و از نظر طبی، از نظر دینی یا از نظر دنیوی که یک نوع ضرر و زیانی رو برای انسان داشته باشد، انجام دادنش از نظر شرعی هم در واقع ناجایز و حرام هست. امروزه استفاده از دخانیات را قلیون باشد یا سیگار باشد یا مواد مخدر باشند، ضررهایی رو که دارند این در واقع یک نوع اجماع جهانی هست، اتفاق نظر تمام پزشکان هست که این برای بدن از نظر شرعی از نظر طبی ضرر دارد و هر چیزی که ضرر داشته باشد برای جان انسان، برای روح انسان و بدن انسان، از نظر شرعی اونم حرام هست و استفاده کردنش جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن من همیشه سوره مریم را گوش میکنم و آیات سجده میاد، آیا سجده کردن واجب میشه؟ یعنی هر دفعه که گوش دادم باید سجده کنم یا نه؟ اگر وقتی که گوش میدهد، یعنی یک فردی قرائت میکند و این فرد یک فرد دیگر این را گوش میدهد، هر دو نفر، همون کسی که قرائت میکند و همون کسی که میشنود، هر دوتا باید سجده بکنند.
کسی که قرائت میکند و کسی که میشنود هر دوتا باید سجده بکنند. منتها اگر در موردی هست که از تلویزیون شنیده، از رادیو شنیده، از موبایل خودش این رو در واقع دارد گوش میکند، در این صورت سجده کردن لازم نیست. اگر خودش در هنگامی که میشنود زمزمه میکند و تلاوت میکند، در این صورت برای اون سجده کردن در واقع حکمش هست، ثابت هست برای اون که باید سجده بکند. و اساسا حکم سجده کردن جز سنت‌های مؤکده هست، جز سنت‌های مؤکده هست که انسان سجده بکند در هنگامی که به آیات در واقع سجده میرسد در هنگام تلاوت قرآن. اگر سجده نکرد گناهی بر اون نیست. اگر در یک جای نشسته و یک سوره را که مثلا در اون آیه سجده هست چندین بار تکرار میکند یا چندین بار میشنود یا به هدف مثلا حفظ کردنش تکرارش میکند، همون یک مرتبه که سجده بکند کفایت میکند، لازم نیست که رو تکرار بکند. در صورتی که در یک جایی نشسته و در یک آن واحد هست و تکرارش میکند و یا اینکه مکررن آن را میشنود از یک فردی از استاد خودش آن را میشنود، فقط همون یک سجده در واقع انجام بدهد این کفایت میکند و لازم نیست که به تعداد مراتی که اون آیه سجده را شنیده سجده بکند. و عرض کردم که سجده کردن از نظر شرعی بنابر قول راجع حکمش سنت مؤکده هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه سجده می کردن. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام نماز هم در واقع سجده های تلاوت رو انجام می دادن. و سجده تلاوت یک سجده هست، یعنی یک سجده هست و بهترین است که انسان باید در حالت کامل تری باشد، یعنی اگر که بلند بشود بایستد و سجده بکند این کامل ترین حالت هست. و اگر در حالتی که نشسته راست بنشیند و بعد از آن سجده بکند این اولاترین و بهترین حالت است. یعنی که انسانی که به طور مثال در حالت خمیده نشسته و از اونجا به سجده برود این ناقص‌ترین جایز هست این گونه سجده کردن، اما کامل ترین سجده این است که از یک حالت قبلی به حالت سجده در واقع منتقل بشود. و ذکری که در سجده تلاوت گفته می شود همین ذکر عادی هست، سبحان ربی الاعلی هست، یا اینکه از کار دیگری هم که باشد هیچ گونه اشکال نداره، هر دعایی که انسان بخواهد در هنگام سجده تلاوت انجام بدهد باز هم جایز هست. و ذکر معروفی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه آمده، سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، این دعا را بخواند یا هر دعای دیگری را که دارد اشکال شرعی نه. جزاکم الله خیر. بیننده در مورد گوشت خرگوش سوال کردن که آیا خوردن گوشت خرگوش از نظر شرعی حلال است یا حرام؟ بله، گوشت خرگوش که متاسفانه در این زمینه شایعات زیادی شده که حرام هست یا اینکه مکروه هست، هیچ گونه حرمتی یا کراهتی گوشت خرگوش در واقع ندارد، جایز هست، حلال، دقیقا مانند گوشت گوسفند و هیچ گونه کراهتی رو در این زمینه نیست. در صحیح بخاری روایتی هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که در یک سفری اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خرگوشی رو شکار کردند و ورکینش رو آوردن برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون تناول فرمودند و این ثابت هست. و عقیده هر و مذهب فقهی هر چهار مذهب، امام ابو حنیفه و شافعی و مالک و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه اجمعین، بر این است که گوشت خرگوش از نظر شرعی حلال هست و هیچ گونه اشکالی و کراهتی در خوردنش نیست. بله، جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن امامی که عقد نکاح دو نفر رو می‌بندد آیا میتونه خودش هم وکیل شود برای پسر و یا دختر؟ بله، اون کسی که عقد در واقع نکاح را میخواند هم میتواند که خودش وکیل باشد، یعنی از طرف دختر یا اینکه از طرف پسر اگر که حضور نداشته باشند، مثلا پسر حضور نداشته باشه، نیابتا این کسی که عقد را میخواند خودش میتواند که وکیل هم دختر باشد و هم پسر باشد، هیچ گونه اشکالی وجود نداره. و هم میتواند که یکی از شاهدان باشد، یعنی هم میتواند که وکیل یکی از این دو طرف باشد و هم میتواند که شاهد عقد در واقع محسوب بشود، هر دو تاش جایز از اشکال شرعی نداره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که یکی از دوستانشون و یکی از برادرانشون کتاب مینویسن و میخواهد بفهمد که کتاب نوشتن برای کودکان با رسم و نقاشی ها و یا تعلیم دادن چنین کتابی، این گونه کتاب ها به کودکان از نظر شرعی جایز هست یا نه؟ در واقع تصاویری رو که یعنی واضح نیست، به عنوان یعنی نقاشی چهره محسوب نمی شود
و هیچ گونه ادعایی رو در واقع اون کسی که نقاشی رو انجام میده، چه بسا که نقاشی یک نوع در واقع کارتونی باشد یا یک نقاشی کودکانی باشد، این از نظر شرعی انشاءالله که ممانعتی رو ندارد برای آموزش از این موارد استفاده کردن به عنوان یک ابزار تعلیمی و آموزشی، این انشاءالله اشکال شرعی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما باشید. ورد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آدود، باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. گذشته ام من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. زبانم نام محمد،
ورد زبانم خدا نام محمد نام محمد نام محمد نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ای کسانی که ایمان آورده اید گروهی از شما گروهی دیگر را مسخره نکنند چه بسا که آنان از اینان بهتر باشند و نباید زنانی زنان دیگر را مسخره نمایند چه بسا زنانی که مسخره می شوند از زنانی که مسخره می کنند بهتر باشند و به عیب جویی از یک دیگر نپردازید و هم دیگر نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي بسؤالي جئت لكي أدري عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و از کارگردان عزیز اتاق فرمان نیز خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنید تا بینندگان لطف کنند و تماس ها گرفته بشه و سوال ها را نیز بینندگان عزیز لطف کنید سوال ها را آماده بکنید بعد تماس بگیرید تا بینندگان زیاد پشت خط نمونند. جناب مولانا بیننده پرسیدن که آیا واقعا در این زمان این زمان ما هم برای آنانی که خیش را سید می‌خوانند و از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معرفی می‌دارند صدقه داده نمی‌شود و اگر این اشخاص بپذیرند چه حکمی دارند؟
در مورد آل رسول الله متعال سهمی اونها رو و مخارج زندگیشون رو در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از خمس تعیین کرده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم از خمسی که می گرفتند و حق رسول الله صلی الله علیه و سلم بود از همین خمس در واقع مخارج زندگی اهل بیت خودشون رو می دادند و در روایات صحیح و صریح آمده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که صدقه برای آل محمد جایز نیست. روایت صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الصدقه لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس. صدقه دادن برای آل محمد یعنی صدقه گرفتن برای آل محمد که صدقه دیگران رو در واقع بگیرند، این برای آل محمد مناسب نیست، زیرا که این جزء اوساخ مردم هست، یعنی جزء چرک مال مردم هست و برای آل محمد این مناسب نیست. این عنوان یک حکم اصلی هست، یعنی هم در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم در زمان امروز، یعنی امروزه کسانی که واقعا نسبشون به رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسد این حکم ثابت هست، این حکم در واقع منسوخ نشده، برایشون جایز نیست که در واقع صدقه رو قبول بکنند. منتها این صدقه که در این روایت اومده عموم فقها نظرشون بر این است که در واقع زکات فرضی هست، صدقه در اینجا به عنوان زکات فرضی هست که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و آل ایشون از نظر شرعی جایز نیست. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه یک نظری رو دارند که در صورتی که در یک زمانی که خمسی وجود ندارد یا این که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم خمس نمیگیرند، یعنی از اون خمسی که گرفته میشه از نظر حکومت اسلامی خمسی یا وجود نداشته باشد یا این که اون حکومت در واقع خمس رو در جای دیگر مصرف بکند و به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ندهد، این نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که یک نظر وجیه هست، این نظرش این است که صدقه های نفلی رو میتونند قبول بکنند، صدقه نفلی رو در واقع میتوانند قبول بکنند و اون چیزی که حرام شده بر آل رسول همون صدقه های فرضی هستند، یعنی زکات فرضی بر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز نیست، اما صدقه نفلی اگر امروزه بدهند هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. و آثاری هم در این زمینه اومده که بعضی از آل رسول الله صلی الله علیه وسلم از صدقه های تطوع و صدقه های نفلی هم استفاده میکردند. جزاکم الله خیر. تماس های بینندگان وصله و بعض از بینندگان عزیز خواهش میکنم لطف کنید که سوالا رو آماده بکنید و بعد تماس بگیریم. اولین بیننده را میگیریم. السلام علیکم، بنای پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری برنامه و خدمت دانشمند محترم آقای مولانا دهقان. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. از افغانستان شما را زحمت میتونم. من از آقای دهقان دو سوال داشتم. سوال اول من راجع به دعای معظم قدح هست. دعای؟ اونا معلومات بتن. دعای؟ دعای معظم قدح. قدح؟ قدر بله، قاب دار حیلوا قدر متوجه شد انشالله، یعنی آخرش ها قدح. بله قدر درست است، درست است. چه دعایه؟ یعنی من یک توضیح در بارش بدین اگر. این دو مرتبط با سفر یا بهتر بگه معراج محمدی صلی الله علیه وسلم است. بله. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی ما اگر آقای دهخان مهربانی بکنن درباره معراج محمدی صلی الله علیه و سلم معلومات مختصر یا فشرده بدن از عزیزتان ان شاء الله خواستن خاطرین ان شاء الله. شما به سلامت باشید. سلامت باشید. من تشکر میکنم از بیننده گرامی که سوال ها رو واضح و آماده پرسیدن، تشکر میکنم شما بیننده گرامی. تماس بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال شهریتون بفرمایید. خود میشتن جایزه خود پیشاب کردن. پیشاب غوج. بله غوج چخ چخ.
چخ یعنی اگه ادرار غوج منظورتونه؟ غوج پیشاب کردن میگم جایزه. انشالله اگه کسی کمک بکنه نمیدونم. فهمیدم سوالی مرا. خوب نفهمیدم. یعنی من یه چیزی تو ذهنم هست که پیشاب غوج یعنی در توی نه در در حجت خونه حجت خونه. بله. در تشنوک تشنوک. غوج چخ غوج. غوج پیشاب کنی جایزه. نمیدونم والا سوالات به چه صورتیه. چه من فهمانو که بفهمی؟ انشالله کسی کمک کرد یعنی دوباره کسی تماسی گرفت و توضیح داد انشالله جواب میدیم. این الان خوب متوجه نشدیم یعنی در تشناب هوش کردن جایزه یا نه؟ سلام علیکم بفرمایید. بنده گرامی صدای شما پخش میشه لطفاً سوال شرعیتون بپرسین. سلام علیکم بفرمایین. سلام علیکم برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بفرمایین. شما از استاد مولانه بخوزیده صدای شما پخش میشه و فقط لطف کنید یکمی بلندتر صحبت کنید و سوال شرعیتون بفرمایید. اوکی با همسر خود ازدواج کردن در حالت همسر در حالت قریب نو ممکن تخمینا دو هفته یکی مانده سوال کنن همخوابگی با همسر خود جایز است یا نه؟ دوباره بپرسین؟ نه. آیا در حالتی همسر که حامله دار است تخمینا عدتی که دو هفته اش مانده است که تولد کند آیا با همسر خود همخوابگی جایز است یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر من که آیا که ما به شهر روسیه می رویم تخمینا به شش ماه یا اینکه دو یا از سه ماه زیادتر ما چگونه باید نماز بخوانیم؟ اگر مدتی 15 روز باشد نماز سفر بخونیم یا اینکه از وقت زیادتر باشد با چگونه وقتی که در آنجا هست همون گونه نماز کنیم. این را میخواستیم که به ما فهمانند انشاءالله. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر من این است که آیا که ما میتوانیم که قرآن را یا دیگر کتابای اسلامی را با بودن طهارت اما طهارت کردن مصحب کردن ولی طهارت دست رو نکردن آیا خواندنش جایز است یا اینکه نه؟ خب یعنی وضو میگیرین دیگه؟ با وضو منظورتونه؟ یا با غسل؟ بله مصحب میکنیم وضو میگیریم دست طهارت دست رو نمیکنیم. درست. آیا با این گونه قرآن خواندن جایز است یا اینکه نه؟ و در واقع در شما دور سلام با ما فرزند انشالله سلامت باش. تشکر میکنم شما. بنده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بفرمایید. و سوال همچنین است برادر که آیا در مسجد اگر یک نفر ظالم یعنی ظلم کند به برادر خودش دشنام دهد آیا از این مسجدی که داریم آیا با دیگر مسجد رویم اجازت می شود یا که گناهکار نمی شود بنده؟ بله. سوال دیگه هم داریم؟ این است که برادر عزیز سوال دیگر این است که در نماز اشاره سباحه در نماز ما می فهمانده که اشاره سباحه. بله. یعنی اشهد ان لا اله الا الله اشاره میکنیم با سباحه. درست. همونه برای ما توضیح کنید دور درنجز. تشکر میکنم از شما. تشکر منم. سلام باش. سلام علیکم برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بفرمایید. استاد
تو چند سوال داشتم. بفرمایید. سال اولتون؟ با لباسی که آستینش کوتاه باشد میگویند که با اون نماز خواندن کراهیت دارد یا مکروه است، آیا این چیز درست جایز است؟ همین گونه است. درست. سوال بعدی، در حالتی ختنه کردن معرکه میدین، آیا به همین میکنن معرکه را اشتباه کردن درست است؟ بعضی ها میگویند که بدعت است. یعنی مراسم میگیرن شیرینی میدن یا غذا میدن؟ ختنه میکنن برای فرزندشان، معرکه میدین برای مردم. سوال بعدی؟ سوال بعدی، این در ما عادت است که شلوارمون از ساق پایان پایان است، در نماز یا غیر در نماز این گناه است؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر این که در حالت سکرات مرگ میگن اگر سوره یاسین رو بخونی سکرات مرگ آسان می شود، این جدی است؟ تشکر میکنم از شما بیننده گرامی. انشاءالله که آخرین سوال بود و بیننده بعدی را عوض کنید اتاق فرمان. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. وعلیکم السلام و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. یک سوال اینه که وقتی که داخل مسجد میشی در نماز است، وقتی که امام فرض میخونه، آیا سنت بعد از فرض میتونه بخونه؟ شما در برنامه تلویزیون گفتید که اگر همراه با امام فرض بخونید، آیا سنت بعد از فرض بخونه میشه یا نه؟ درست. اون سوال دومی که راجع به تصوف، آیا اصلا تصوف وجود داره یا نه؟ اگر نداره سوال دوباره تکرار کنید. سوال دومو راجع به تصوف که تشریدم، راجع به تصوف، آیا تصوف وجود بیشتر داره یا نه؟ اصلا این کلمه وجود داره؟ درست. سوال دیگری که یعنی شما گفتید در برنامه شما گفتید تحیت المسجد واجبه، همچنین مولانا سه گفتنید تقلید صد درصد از یک نفر حرامه. وقتی اینا وجود جامعه گفته میشه، میگن که علامه اشرف علی تخانوی رحمت الله علیه هزار کتاب تعلیف کرده و هیچ وقت خلاف مذهب حرف نزده، یکی که خلاف مذهب باشه کلا رد میکنه، میگن تحیت المسجد اونا جزء نوافل قبول کرده. همچنین میگن که یعنی علامه محمد شفیع عثمانی اینا گفتن که تقلید صد درصد از امام اعظم، گفتن اونا گفتن واجبه. شما میگن حرام، اونا میگن واجب، شما میگن واجب، اینا میگن خب نواقع. اینجا کسی حرام نگفته، شما یعنی کسی اینجا حکمی از حرام نیاورده، یعنی اگه شنیدینم اشتباه شنیدین، یعنی اشتباه گوش شما شنیدن، این حکم سنت گفته شده که تقریبا واجبی که در نزد مذهب احناف هست با سنتی که در مذهب دیگه هست تقریبا نزدیک، البته سنت مؤکد دیگه. سوال دیگه هم دارین؟ اکثرا که تشریح بیشتر دارید. انشالله توضیح خواهد داد. راجب منصور حلاج، راجب منصور حلاج و حضرت حافظ شیرازی هم کمک توضیح بده. والا این دیگه یک بحث مفصل شاید میخواد، بخصوص منصور حلاج دیگه. تشکر میکنم شما. من از بیندگان عزیز خواهش میکنم که سوالایی هم که میپرسن سوال شرعی باشه، این در مورد حکم فقهی و این صورت، یعنی سوالای عقیدتی یا که مفصل باشه زیاد نپرسیم. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین گفته است که اگر کسی سه پسر دارد یا زیاده از یک پسر دارد، از اون یکیش به نام ما به نام من نمیگذارد یا به نام اصحاب من، گویا که در حق من یکان خیانت کرده است؟ آیا همین سخن درست است در حق پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم؟ میگم ما اینا شنیدیم. سوال دیگه هم دارین؟ نه، سلامت باشین، باقی در حق فرزندان ما دعا کنیم. سلامت باشین، انشاءالله خودتون و فرزندانتون موفق و در راه الله باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ، بفرمایین. سلام علیکم و رحمت الله علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله برکاته، در خدمت شما هستیم. یک سوال و یک خواهش داشتم. سوالتون؟ سوالمون، یک نفر با قرآن قسم میخورد و
در همه حالی قسم خوردن قرآن رو زیر پا میکنه، همین حکم همین شخص چیست؟ الو قرآن رو زیر پا میگذارد، یعنی این کار چی حکمی دارد؟ بله چی همین شخص چی حکم داره، چی میشه باید؟ درست و خواهش دارم؟ یک برادر روس داره، مسیحی هست از شهر روس، به ما زنگ دادن که این پرد و اون او را جراحی میکنن و خواهش کردن از ما که در او برای او دعا کنیم. درست از عبدالقدس دیخان خواهش داشتیم که دعا کنن اگر که ممکن باشد. درست انشاءالله، تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. همین نام آسیه نام کردم در اسلام جایزه؟ نام آسیه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ همین استاد عبدالقدوسی دیخون هم بود در که ما دعا کنه که خداوند کرزینی من از سرزه هم کنم انشالله. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. تماس بعدی بیانده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. بفرمایید، فقط سوال صداتون رو یکم بالا کنید چون که صدا خیلی پایینه. من چه وقتی شنیدم گفتن پسر هم برنامه گذاشته که امتحان میگیره بعدش روان میکنه حد میتونیم امتحان بدیم بعدش جای خودمونی که دیگه رو روان کنیم. دیگه این که این مورده کم توضیح بدیم به این مورد که چجوری میبره خود ممنون میشم. فکر کنم دوباره برنامه قرآن بود که مولای فضل حق جایزه گذاشته برای رفتن به عمره، گفتن که خودمون امتحان بدیم کسی دیگه قبول بدیم. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایین. الو سلام علیکم، بفرمایین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. سوالی داشتیم، ما احمد خان از تاجیکستان. آقا احمد خان از تاجیکستان، در خدمت شما هستیم. در کتاب کیمیای سعادت امام غزالی درباره سنت های پیغمبر میگد، همونجا درباره خدنه کردن دختر و پسر، هم دختر میگد هم پسر، اگر امکانیت میشد درباره خدنه دختران کمی روشنی میدوختین، امکانیت میشد یکان حدیث میگفتید. درست. سلام من را به آقای انصاری عبدالقدوس دیخان برسانید. علیکم علیکم السلام. ما از صدای شما به نهایت شدیم. سلامت باشین. خداوند شما را حفظ کند. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. در تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید. دارن تماسشون قطع شد. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام استاد محترم. و من خالد هستم از آلمان. سلام جداگانه خدمت مولانا صاحب عبدالقدوس دیقان عرض دارم. علیکم السلام. علیکم السلام. تشکر از برنامه‌تون و ما مولانا صاحب بسیار خوشم میاد. مولانا عبدالقدوس دیقان که می‌بینم بوی صحابه از ایشان میاد. به ما شما میرسه. بفرمایید. استاد سلام شریتون. در هنگام دفن کردن میت در افغانستان مثلا علما چند آیه از قرآن کریم تلاوت میکنند و بعد قرآن را میچرخانند سه مرتبه. این در مورد این اگر صحبت کنی و دیگه زکات قبل از رسیدن وقتش، مثلا کسی اگر محتاج باشه از بستگان انسان، کسی بخواد برایشان کمک کنه یکی دو ماه قبل از زکات. بله هست. و سوال دیگری که
آیا نگران بودن آدم به خاطر فرزندان یعنی بعدا خدای نخواسته فریب شیطان نخورد گمراه نشه به طرف مثلا شرک و چیزا سوق داده نشه جایز هست؟ و در مورد سوال اولین باید بگم که ما امروز یکی از علما صحبت کردم گفتم این که شما در دور قبر در هنگام جنازه را دم میکنید شما قرآن را میچرخانید و قرآن میخوانید این جایز نیست، در سنت پیامبر وارد نشده. بله. که شما چیز هستی تو فکر کنم امرای کدام وهابی شیشه وقت کردی. گفتم همین عالم وهابی که شما میگید پیرو قرآن پیرو سنت پیرو اجتهاد ائمه همین مسائل هست، به نظرت اینا وهابی هم؟ گفت نه اینا وهابی نیستن. پس گفتم چی؟ خب من امرای همینا شیشه برخورد دارم. بله دیگه ساکت مان. خلاصه تشکر میکنم استاد. من تشکر میکنم شما. تشکر میکنم از خالد عزیز. و آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. شما آخرین بیننده هستید. و علیکم السلام و رحمت الله. من یک خواهر اسلامی که ما از تاجیکستان میخواهم بیام استادمون شب قدوس دهخان در حق ما و فرزندانم دعا کنه که حافظ خدا شوند. و میخواهم یک سوال دارم که در وقت کتاب خواندن قرآن یگان سب زدن درست است؟ در وقت کتاب خواندن قرآن. بله. سوال دارست یگان که از پوستت جواب دادن ممکن است؟ یعنی حرف زدن با کسی دیگه؟ وقتی که کتاب قرآن میخوانی کتاب ها میگیری به خانه میدارایی از جای اشان میخیزن این درست است؟ درست. مرس رحمت کلام سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. في النفس النوايا الله
الله يا خير. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که دعای قدح یا همون دعای معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم، این دعای معروفی هست به دعای قدح، آیا این دعا درست است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم، این یکی از معجزات هست. اسراء و معراج رو الله متعالی رو در قرآن کریم ذکر کرده که ابتدا رسول الله صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا به آسمان ها برده شدند و بنابر عقیده اهل سنت و الجماعت معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم با روح و جسد بوده، یک سفر حقیقی و واقعی بوده و جزء معجزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و در معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم با تعداد زیادی از پیامبران الهی ملاقات کردند در آسمان ها و همچنین امامت دادند اونها را، یعنی به در نماز امام اونها قرار گرفتند. و در شب معراج بود که نماز بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض شد و در همین سفر معراج بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم بازدید کردند در واقع از بهشت و از جهنم. و مواردی از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد ثابت هست که کسانی را که در دنیا انواعی از گناهان را انجام می‌دادند، مانند زنا و مانند قمار و ربا و بقیه موارد را، یعنی تبلور اینها را و کیفیت عذاب اینها را الله متعال در روز قیامت که به چه کیفیت خواهد بود، اینها را در شب معراج به رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را نشان داده بود. اما حادثه اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عید نیست برای اهل سنت و الجماعت و برای مسلمانان. نه عید هست و نه مراسمی یعنی دارد که انسان جشن بگیرد، مراسمی رو بگیرد. تمام این مواردی که در مورد معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته می شود بدعت هست و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. نه ایشان و نه اصحابشون، اهل بیتشون، بعد از ایشان هیچ کسی در مورد در سال روز معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم نه جشنی گرفتند و نه اینکه مراسمی رو در واقع در این روز داشتند.
و دعای خاصی هم در مورد معراج نیست. دعایی که به عنوان دعای معراج در واقع ذکر میشه یک دعایی هست که بیشتر یک دعای شیعی هست، اینکه دعای از اهل سنت و الجماعت باشه، و یک دعای باطل هست، بی اساسه و هیچ گونه سند و ثبوتی رو در واقع نداره و خوندنش هم به این نیت و به این منظور جایز نیست. دعای خاصی که دعای معراج باشه یا دعای قدح باشه یا تاثیر ویژه‌ای رو، ثواب ویژه‌ای رو که برای این دعا در نظر گرفته باشه، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و دروغ است. درست. جزاکم الله خیر که با این سوال به هر دو سوالی، هم سوال قضیه معراج و هم سوال دعای قدح یا دعای معراج جواب دادین. بیننده بعدی پرسیدن که در تشناب یا در دستشویی غسل کردن آیا جایزه یا نه؟ بله، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، جایز هست انسان غسل بکند، هم اینکه در حمام باشد و این که حمامی که در واقع با دستشویی یک جا باشند یا این یکی باشند، یا این که صرفا فقط در دستشویی هم که باشند جای دیگری برای غسل کردن نباشد، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، جایز هست انسان حتی در حاجتخانه یا تشنا به قول این بیننده مون در اونجا غسل بکنند، هیچ گونه ممانعت شرعی وجود ندارد و با غسلی که در تشناب یا در دستشویی انجام میگیرد طهارت کاملا حاصل میشود و هیچ گونه ممانعت شرعی ندارد. و طبیعتا امروزه دستشویی بگونه‌ای هست که یعنی احتمال در واقع نجاست یا آلوده شدن در واقع وجود نداره، یعنی دستشویی و حمام تفاوتی رو در این زمینه ندارن، چیزی رو که مجرای آب و راه خروج آب در واقع کاملا مشخص است و هیچ گونه تفاوتی رو نداره. پس بنابراین هم وضو گرفتن در دستشویی جایز است و هم غسل کردن جایزه و هیچ گونه کراهتی یا ممنوعیت شرعی رو ندارد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که در حالت حاملگی آیا همبستری و همخوابگی با همسر درسته یا نه؟ بله، از نظر شرعی در این زمینه ممنوعیتی وارد نشده، اساسا جایز هست، جزء در واقع امور مباح هست و وضعیت هر فردی رو جداگانه باید انسان در نظر بگیرد. اگر از نظر طبی و پزشکی هیچ گونه ممانعتی رو نداشته باشه و پزشک در واقع منع نکرده باشه، از نظر شرعی هم هیچ گونه ممنوعیت یا کراهیتی رو در واقع ندارد. تشکر میکنم شما. بیننده بعدی گفتن که ما به روسیه میریم برای کار که مدت سفرمون هم 6 ماه یا 3 ماه یا بیشتره، آیا ما باید نماز قصر بخونیم یا نماز عادی؟ کسانی که در یک جا یعنی رفتند، یعنی در واقع به سفر و در اونجا یعنی ساکن هستند، برای کار رفتن، برای تحصیل علم رفتن یا برای هر مورد دیگری که سفر کردن، منتها مدت طولانی رو در یک شهر یعنی غیر از شهر اصلیشون و وطن اصلیشون در اونجا اقامت دارن، در اونجا حکم مقیم رو میگیرن. یکی رفته در یک جای یک ماه اقامت دارن، دو ماه اقامت دارن، یا به قول ایشان 6 ماه اقامت دارد، یک سال، یعنی به نیت کار رفته و فعلا نیتش اقامت است، ولو این کم نیت مشخصی رو نکرده باشه، مثلا نیت این رو نکرده که من یک ماه می نشینم یا دو ماه می نشینم برمیگردم یک سال می نشینم، نیتش این است که من فعلا در این شهر و این بیننده‌مون در مسکو ظاهرم بودن که در مسکو مثلا اقامت دارد، فعلا برای کار رفته و معلوم نیست که در واقع کی بر بگردد، فعلا نیت اقامت در مسکو را دارد، اینا از نظر شرعی مقیم حساب میشوند و نمازشون رو باید کامل بخونند، نمازشون رو باید کامل و سر وقت بخونند، قصر و جمع برای اونها جایز نیست. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هرگاه کسی در بیرون از شهر خودش در جایی که در مسافرت رفته و فعلا مقیم شده در یک شهر دیگر، اگر بیشتر از 2 هفته نیت اقامت بکنند مقیم شمرده می شود. اگر 2 هفته بیشتر میمانید در مسکو و در اونجا اقامت میکنید و این نیت را دارید، در این صورت شما در واقع در اونجا مقیم هستید و نمیتوانید که نماز و قصر را جمع بخونید. منتها در یک موردی از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ثابت شده که ایشون در برف گیر کردند در واقع و در مدت طولانی ماندند و نماز را به صورت قصر میخوندند و این حکمش این است که بالفرض یکی رفته باشد در یک جای مسافرت و نیت اقامت مشخصی رو هم نداشته باشد، میخواد امروز یا فردا یا پس فردا هر روز میخواد که از این شهر خارج بشود، اما برایش میسر نیست، هر روز یک مشکلی به وجود میاد، نمیدونم مشکلی ویزا دارد، پاسپورت دارد، نمیدونم یک مانع دیگری به وجود میاد، هی میگه امروز نشد، فردا، فردا نشد، پس فردا، تا یک ماه، تا دو ماه، تا سه ماه این طولانی شد، هر روز میخواد که فردا برود اما این فردا فرا نمیرسد، در این صورت مسافر هست، در این صورت مسافر است، زیرا که نیت اقامت رو نکرده.
اما در صورتی که یک فردی در یک جای رفته برای کار، برای تجارت، برای درس خوندن و نیت اقامت را دارد در اونجا و بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که ایشون از تاجیکستان و مسکو بودن، بیشتر از دو هفته اگر نیت اقامت را داشته باشند در اونجا مقیم هست و نمیتواند که نماز را به صورت قصر بخواند، حتما باید نماز را کامل بخواند. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی درباره طهارت یا وضویی که برای قرآن خواندن کافیه پرسیدن که خوب واضح نبود و من سوال اینجوری میپرسم که برای وضو گرفتن، برای قرآن خواندن آیا غسل شرطه یا وضو شرطه؟ و توضیح بدید. برای تلاوت قرآن اگر انسان حتی بی وضو باشد، اگر حتی بی وضو باشد و از روی حفظ خودش قرآن رو تلاوت میکند یا از روی موبایل در واقع تلاوت میکند یا از صفحه تلویزیون نگاه میکند و تلاوت میکند، وضو لازم نیست. گرچه جز آداب هست اولاتر و بهترین است که انسان حتی ولو اینکه از حفظ قرآن رو تلاوت میکند وضو بگیرد، جز احکام و آداب تلاوت هست. اما اگر بدون وضو هم تلاوت بکند هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. اما زمانی که قرآن رو دست میگیرد، این عموم فقها نظرش این است که وضو باید بگیرد. دست زدن قرآن بدون وضو رو جایز نمیدونند و همان وضویی که برای نماز هست همان وضو برای قرائت تلاوت قرآن هست، هیچ گونه تفاوتی نداره. با همون طهارت که شما برای نماز گرفتید، با همون طهارت شما می توانید که قرآن بخوانید، با همون طهارت می توانید که طواف بکنید و هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. و غسل دیگر لازم نیست. اگر کسی قبلا وضو دارد برای نماز وضو گرفته، وضو دیگری هم برای تلاوت قرآن لازم نیست. تشکر میگم از شما. یعنی بعدی گفتن که اگر در یک مسجدی شخص ظالم باشد که باشد که به برادران دینیش دشنام میدهد، آیا اگر به خاطر این قضیه شخص این مسجد رو ترک بکنه و مسجد دیگه بره، آیا گناهی هم بر او هست یا نه؟ خود این که در واقع در یک مسجد افرادی باشند که مردم را اذیت و آزار میکنند، نمیگذارند که اونگونه که دلشون میخواد در واقع نماز بخونند، یا به هر صورتی احیانا بعضی چه بسا که سربرهنه در به مسجد میروند، افراد نادانی هستند که جلوگیری میکنند، یا به تعبیرشون افراد ظالمی هستند که دشنام میدهند و نمیگذارند که انسان راحت عبادت الله متعال را انجام بدهد، این خودش در واقع ظلم هست و یکی از بزرگترین ظلم هست. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، چه کسانی ظالمتر هستند از اون کسانی که اجازه نمیدهند یا مانع میشوند از این که نام الله متعال در قرآن در مساجد گرفته بشود و در مساجد عبادت بکنند. این بزرگترین ظلم و ستم هست و گناه عظیمی هست. اما این گناه برای کسانی هست که در واقع اون کار را انجام میدن. اما کسی مقتدیه که به خاطر اینکه چون که در فلان مسجد یک ظالمی وجود دارد، یک انسان نادان وجود دارد و که مردم را اذیت و آزار میکند، به مسجد دیگری برود، این مسجد حق ندارد بر شما. این گونه نیست که شما چون که در فلان محل زندگی میکنید مسجد بر شما حق داشته باشد که حتما در اون مسجد بروید. از نظر شرعی شما نماز را با جماعت باید بخونید. این مسجد اگر نزدیک هست برای شما، منتها یک مشکلی در اونجا هست، شما نمیتونید در این مسجد بروید، هیچ اشکالی ندارد. شما میتونید که به یک مسجد دیگر بروید و مسجد قبلی برگردن شما هیچ گونه حقی رو در واقع ندارد. حق این است که شما در مسجد نماز را با جماعت بخونید. اگر در این مسجد نشود، بروید در مسجد محله دیگر که یک مقدار دورتر باشد، هیچ گونه اشکالی شرعی وجود ندارد و جایز هست. درست، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که در هنگام نماز خواندن در وقت تحیات، آیا اشاره با سبابه در هنگام تشهد درسته یا و به چه صورت باید باشد؟ اصل اشاره در واقع نماز یکی از مواردی هست که سنت هست در تمام مذاهب اهل سنت و جماعت و دلایل زیادی در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده، مانند روایت حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما هست، در صحیح مسلم هست که در اون روایت اومده و اشاره به اصبعه که رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کردند با انگشت در واقع تشهد خودشون، انگشت شهادت یا به تعبیری انگشت سبابه اشاره کردند. و همچنین این در روایت نسائی اومده، در ابو داود اومده که کان یشیر به اصبعه اذا دعا، رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که دعا می کردند، یعنی انگشت خود با انگشت خودشون اشاره می کردند. منتها در روایت سنن نسائی ولا یحرکا هم اومده،
يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، كأز نظر السندي إن إضافه لا يحركها در واقع إن ثابت نيست. ودر رواية ديگر ثابت هست که رسول الله صلى الله عليه وسلم در هنگام إشاره انگشت خودشان رو تکان می دادن، تکان دادنش هم ثابت هست از رواية حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه که در سنن نسائی هست و همچنین در صحیح ابن خزیمه اومده و در بقیه کتاب اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم که وائل ابن حجر گفتند که امروز من نگاه میکنم ببینم که رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه نماز میخوندن، نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم را شرح میدهند و در آخر وقتی در اتیاد نشستند ایشان میفهمند ثم قبض بین اثنین من اصابعه، دو تا انگشتان خودشون رو قبض کردند، یعنی این دو تا رو با هم دیگه در واقع گذاشتند و حلقه حلقتن یعنی حلقه ای رو تشکیل داد، یعنی دو تا انگشت وسطی رو و این انگشت ابهام رو با هم دیگر حلقه کردن. ثم رفع اصبعه، این انگشت خودشون رو بلند کردن. فرعیته یحرکها یدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها، دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشتشان را تکان میدادند یا تحریک میکردند، یدعو بها با این انگشتشون دعا میکردند، با این انگشت دعا میکردند. این موردی هست که در روایات از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نقل شده. الان در چه هنگامی اشاره بکند در نماز، این اصل اشاره کردن در هنگام تشهد در نماز یک چیزی هست که در تمام مذاهب اهل سنت و جماعت وجود داره. در چه جای تشهد این انگشت را تکان بدهد و اشاره بکند در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زمان شهادتین است که اشهد الله اله الا الله، این وقتی که اشهد الله اله میگه اینو بالا میبرد، الا الله میگه اینو پایین میآورد. این کیفیتی است که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته، یا در مذهب امام شافعی از وقتی که نام الله را میگیرد این رو انگشت خودش رو اشاره بکند و بالا ببرد. منتها این کیفیت هایی که در این مذاهب اومده هیچ کدوم از اینا صحیح نیستن، نه مذهب امام ابو حنیفه اون چیزی که در این مورد ذکر شده صحیح هست و یعنی دلیل شرعی و قوی نداره، و نه در مذهب امام احمد یا امام شافعی اون چیزی که در روایات اومده اون صحیح هست و صریح هست، ما به اون ایمان داریم که در روایت وائل ابن حجر هست که در هنگام دعا یحرکها یدعو بها، این رو تکان میداد با این دعا میکرد، یعنی در هنگامی که جمله دعایی میگفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشت خودشان رو تکان میدادن، یا وقتی که درود میخوندن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، یا وقتی که هر دعایی رو در واقع میخوندن این انگشت خودشون رو تکان میدادن. این ثابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین خود اشاره کردن با انگشت یکی از سنت های نماز هست. انسان نباید در این زمینه وسواس زیادی رو داشته باشه، ما اختلاف زیادی یعنی در این زمینه درست باشه که کجا اینو انگشت رو بلند بکنن کجا بلند نکنن، آیا وقتی که بلند کردن تکان بدن بین کیفیت یا تکان ندن، اینا تمام مواردی هست که موارد جانبی هست. اصل بر این است که اشاره کردن در هنگام تحیات با انگشت اشاره یا سبابه و تشهد این جایز هست و جز سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. آیا این که از اول تا آخر اشاره بکند اینجوری انگشتش رو بالا بگیرد اشاره بکند، یا اینکه فقط وقتی که شهادتین رو بر زبان می آورد اینو بلند بکند، اینا اختلافات دیگه هست. صحیح این است که در تحیات از ابتدا تا آخر انگشت خودش رو باید به صورت بالا بگیرد بلند باشد، و هنگامی که دعا میکنند انگشتش رو در واقع بین کیفیت تکان بدهد بنابر روایت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی در مورد پرسیدن که نماز با لباس آستین کوتاه آیا کراهیت دارد یا نه؟ اگر یک فردی پوششش همین هست، یعنی کیفیت لباس پوشیدنش به این گونه هست که لباس آستین کوتاهی رو پوشیده، نماز خوندن اشکال شرعی نداره، جایز هست. جایز هست با لباسی که انسان بیرون می رود ولی اینکه آستینش کوتاه باشد، این هیچ گونه ممانعتی در این زمینه نیومده. منتها ممانعت اومده از تشمیر، یعنی تشمیر بالا زدن آستین، تشمیر بالا زدن آستین یا جمع کردن لباس در هنگام نماز یا در هنگام سجده رفتن، این ممنوعیت اومده. تشمیر یعنی این که انسان در هنگام نماز مثلا آستین خودش را، آستین پیراهنش باشد، کتش باشد، اینو بالا بزند، یا مثلا شلوارش رو مثلا جمع بکند یا بالا بزند، نه اینکه پایین تر از کعبه
بلکه به صورت تا نصف ساق مثلا اینو تا بکنند بالا بزنن، یا اینکه وقتی که به سجده می روند لباس های خودشون رو جمع می کنند، بسیار از مردم لباس ها رو جمع می کنند، نمی گذارند که بر زمین برسند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که به من دستور داده شده که الا اکف شعرا ولا ثوبا، که به من دستور داده شده که در هنگام سجده نه موی خودم رو نگه دارم ولا لباس خودم رو. بعضی در وقتی میخوان نماز بخونن موهای خودشون رو پشت سر جمع میکنن میبندند، وزن مردان که این کار رو انجام میدن، یا وقتی که به سجده میرن لباس های خودشون رو جمع میکنند که بر زمین در واقع نیفتند یا پهن نشوند. این از نظر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نوع اشتباه است. اما لباسی که خود این اساسا آستینش کوتاه باشه، چه تا وسط ساعد باشه یا در تا وسط بازو باشه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، نماز خوندن با اون جایز هست، منتها با لباسی که با پیراهنی که به قول معروف رکابی باشه و تسمه‌ای باشه، که بگونه ای باشه که یک تسمه و نوار بر روی شانه باشه و بقیه این کتف و شانه بیرون باشه. در این مورد نهی اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که صلات نمازی کسی که عاتقینش یعنی دو تا شانهش برهنه است، رسول الله صلی الله علیه وسلم از این منع کردند. با زیر پیراهنی که رکابی هست و شانه و گردن انسان بیرون هست، با این نماز خوندن خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و مکروه است. اما با پیراهنی که آستینش کوتاه هست خواندن نماز اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که از تاجیکستان بودن، گفتن در منطقه شون وقت ختنه به مردم معرکه میدن، آیا جایزه یا نه؟ نه، این هم یکی از مواردی هست که در واقع شرعی نیست، یعنی جشن گرفتن یا دعوتی دادن در هنگام ختنه، این مناسبت درستی نیست و از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست و این یک نوع بدعتی هست که متاسفانه در میان مردم ایجاد شده. اون چیزی که از نظر شرعی ثابت هست متاسفانه مردم پایبند اون نیستند. عقیقه مثلا ثابت هست که انسان در روز هفتم ولادت بچهش عقیقه بکند، گوسفندی رو ذبح بکند، اگر پسر هست دوتا گوسفند ذبح بکند، اگر دختر هست یک گوسفندی رو ذبح بکند، اینو خیرات بکند، تقسیم بکند در میان مردم. این مواردی رو که ثابت هستند از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها رو متاسفانه مردم ترک کردند. درست. و مواردی رو که اصلا ثابت نیست، بدعت هست، مردم به اونها چسبیدند. معرکه گرفتن یا جشن گرفتن در هنگام ختنه فرزند، این از نظر شرعی هیچ گونه اصلی رو نداره و بدعت هست. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این بود، گفتن که در منطقه شون مردها شلواری که میپوشن از ساق پا پایین تره، آیا این پوشش شلوار که از ساق پا پایین تره در نماز اشکالی وجود میاره یا نه؟ اسبال ازار یعنی دراز بودن شلوار باشه یا پیراهن باشه یا هر مورد دیگری که هست، بگونه ای که از در واقع شتالنگ پا یعنی استخوان برآمده پا پایین تر باشد، این از نظر شرعی ممنوع هست. روایات متعددی در این زمینه اومده، چه از روی خویلا و تکبر باشد یا بدون تکبر باشد، هر دو موردش در واقع ناجایز و حرام هستند. هر دو موردش ناجایز و حرام هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما اسفل من الکعبین ففی النار، یا هر چیزی که و هر قسمتی از لباس که پایین تر از شتالنگ باشد اون در آتش جهنم هست، این صورت ممنوع هست، یعنی به صورت کلی این اومده. در موردی که در واقع خویلا باشد و تکبر باشد، روایت شدیدتری رو در این زمینه داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که الله متعال در روز قیامت با چنین افراد در واقع صحبت نمی‌کند، با اونها به نگاه رحمت در واقع اونها را نمی‌بیند و عذاب سختی را در روز قیامت خواهند دار. من جر ثوبه و خویلا در این روایت اومده، اونایی که بر اساس تکبر این کار را انجام می‌دهند و در هنگام نماز و در غیر نماز این عمل ناجایز هست. یعنی پایین تر بودن شلوار از کعبین و استخوان برآمده پا، این از نظر شرعی جایز نیست، چه در نماز باشد چه در غیر نماز. اما اگر کسی در نماز با این کیفیت نماز خوند، نمازش درسته، نمازش باطل نمی شود. اما انسان باید سعی بکند که چه در نماز یا در غیر نماز شلوارش یا پیراهنش یا هر مواردی که دیگر هست از این قسمت پا در واقع بالاتر باشد. جزاکم الله خیر. آیا خواندن سوره یاسین سکرات مرگ را آسان می کند یا نه؟
نه روایتی که در این زمینه اومدند که این سوره یاسین رو برای مردگان خودتان بخوانید، این هیچ کدام از این روایات سند صحیح رو نداره و این ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که دستور داده باشند که بر مردگان سوره یاسین را بخونید. اون چیزی که تشویق شده در هنگام احتضار یا در وقتی که کسی در حالت جان کندن هست، ذکر الله متعال هست و تلقین میت هست، ذکر کردن در کنار میت هست یا تلقینش هست، و اشکال نداره که آیات رحمت رو کسی برای میت در واقع بخونه، اما این که اختصاصی داشته باشه که سوره یاسین رو برای مردگان بخونند که قبض روحشون آسان تر باشد یا فضیلتی داشته باشد، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. درست، جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این است که خواندن نماز سنت صبح بعد از نماز فجر صبح آیا درسته یا نه؟ به صورت کلی بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر جزء اوقات مکروهه هستند، یعنی 5 وقت مکروهه ما داریم که دقیقاً وقت طلوع آفتاب هست، دقیقاً وقت استوا هست، زمانی که خورشید در وسط آسمان هست، و دقیقاً وقت غروب. این 3 مورد اصلی هستند، به اضافه 2 مورد دیگر، یعنی بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، تا وقتی که قرص آفتاب کاملاً در واقع غروب میکند، و غیر از این وقت دیگری هست بعد از دخول وقت فجر و تا زمان نماز فجر، غیر از 2 رکعت سنت فجر که خوندنشون در واقع جایز هست و جزء سنت های مؤکده هست، و همچنین در واقع تحیت المسجد، غیر از این نمازهای نفلی دیگری هم خوندنش در واقع جایز نیست. و سوالشون یادم رفت در مورد خواندن نماز سنت بله. بعد از فرض، یعنی بعد از نماز فرض صبح یا فرض عصر، وقتی که نمازی رو که در واقع خوندن نماز فرض رو، نفل مطلق خوندنش جایز نیست. نفل مطلق خوندنش جایز نیست. یک کسی در مسجد نشسته و بعد از اینکه نماز فجر تمام شد مثلا بلند بشود برای خودش نماز نفل بخونه، چون این چیزی جایز نیست. یا بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، چون این چیزی جایز نیست. اما نمازهایی که ذوات الاسباب هستند، اونها رو می توانیم که در واقع بخوانیم. نماز ذوات الاسباب یعنی نمازی که فوت شده، مانند نماز سنت مؤکده فجر میتونید بعد از نماز فجر اونو بخونیم، یا اینکه نماز تحیت المسجد رو، تحیت الوضو رو در این وقت میتونیم بخونیم، اینها جایز هست، اما مطلق نفل جایز نیست. جزاکم الله خیر. نزدیک 14 تا سوال داریم و 13 تا 12 دقیقه هم تا پایین برنامه مونده. بیننده بعدی گفتن از دیدگاه شرع آیا تصوف وجود داره یا نه؟ تصوف بستگی داره که تعریف ایشون از تصوف چی باشه. اگر تصوف این بدعت ها و خرافاتی هست که در واقع وجود داره، کارهای خلاف شرعی هست که وجود داره، تقیید عبادات هست، از کار و اوراد در واقع نامشروعی هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست، کیفیتی برای عبادت هست یا جشن گرفتنی برای مواردی هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست، اینها از نظر شرعی حرامه و ناجایز هست. اما اگر منظور از تصوف تزکیه باشد یا احسان باشد، اونگونه که در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده یا در آیات قرآن بحث تزکیه اومده، در اون هیچ گونه در واقع ممنوعیتی وجود ندارد، اشکالی در اون وجود ندارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت جبرئیل فرمودند که وقتی که حضرت جبرئیل سوال کردند که اخبرنی عن الاحسان، احسان یعنی چی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن طرف انه یرا. احسان یا تزکیه یا این حالت احسانی درجه بالاترین درجه هست، و این درجه این هست که زمانی که شما نماز میخونی به این گونه نماز بخونی که الله متعال رو مشاهده میکنی، و اگر تو الله رو مشاهده نمیکنی قطعا الله متعال تو را مشاهده میکند، یعنی همیشه با حضور قلب ما بتونیم که نماز رو انجام بدیم. و تزکیه کردن نفس به خاطر این که در نماز، یعنی حضور قلب ما بیشتر بشود، یعنی این تزکیه و احسان، این یک امر شرعی هست، و تزکیه یک عملی بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده، یعنی یک از وظایف اصلی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این بوده که اصحاب را تزکیه بکند. رسول الله این تزکیه را انجام داد، این احسان را داشتند، بالاترین مرحله در واقع معنویت را رسول الله صحابه داشتند. اونها از چه راهی رسیدند به این تزکیه؟
رسول الله چگونه اصحابشون رو تزکیه کردند؟ به چه کیفیت اونها با این درجه والای در واقع حضور قلب و احسان رسیدند؟ ما باید همون کیفیت رو در واقع در پی بگیریم. اما این که افرادی بیاند از خودشون یک سری عبادتهایی رو وضع بکنند، اذکاری رو وضع بکنند، کیفیتهای خاصی رو برای عبادات یا اوقات خاصی رو برای عبادات در واقع وضع بکنند و روشهایی رو در واقع داشته باشند که برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، چون این تصوفی از دیدگاه اسلامی هم در واقع مردوده. جزاکم الله خیر. تهیه مسجد از دیدگاه اسلام چوک میداره، واجب سنت چوک؟ در روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید بسیار زیادی شده، روایت حضرت ابو قتاده هست، در متفق علیه هست، در صحیح بخاری و مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا ادخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقتی که ما وارد مسجد شدید ننشینید مگر اینکه دو رکعت را بخونید. این تعبیر اساسا تعبیر وجوبه، این تعبیر اساسا تعبیر وجوبه، حداقلش تعریف تعبیر در واقع تأکیدی هست، منتها امام نووی رحمت الله علیه در این زمینه اجماع را نقل کرده که به اجماع علمای مسلمین این مستحب هست، این در واقع نماز تهیت المسجد رو گفته که مستحب است، منتها با توجه به تأکیدی که در این زمینه وارد شده این چه بسا که در حد سنت مؤکده هم برسد یا حتی در حد وجوب هم برسد، اونگونه که بسیاری از اهل ظاهر داود ظاهری و دیگران در واقع معتقد به این بودند، اما جمهور اهل سنت و الجماعت این رو در واقع مستحب میدونند و عملی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن تأکید فرمودند. جزاکم الله خیر. و همچنین سوالی که این بیننده من گفته بودند که ما هیچ وقت نگفتیم تقلید از یک فرد معین حرام، جایز هست برای هر انسان مسلمانی که کسی که خودش توانایی اجتهاد رو ندارد، نمیتواند احکام فقهی رو از قرآن و حدیث در واقع استنباط بکند یا دریافت بکند، برای اون جایز هست تقلید بکنه. من به هیچ عنوان در هیچ برنامه نگفتم که تقلید حرام هست، اما این نکته رو گفتم که این که ما 100% یک فردی رو مورد نظر ما باشد که فقط و فقط هرچی این فرد بگوید من قبول میکنم، دیگران هرچی بگوید من قبول نمیکنم، ولو این که آیات قرآن رو بیاورند، ولو این که حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم رو بیاورند، این مردود هست. هیچ کسی به این اندازه در شریعت اسلامی مقدس نیست. هر کسی امکان دارد که اشتباه بکند یا حرفش حرف راست و صوابی باشد. حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و ائمه بزرگوار ما، امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و دیگران چنین ادعایی رو حتی نکردند. امام شافعی رحمت الله علیه خودشون اساسا یک مذهب قدیم دارن، مذهب جدید رو دارن، یعنی این که نظرشون ایشون در واقع عوض شده. امام ابو حنیفه و بقیه ائمه فرمودند اذا صح الحديث فهو مذهبي، اگر حدیث برای شما محرز و ثابت شد که صحیح است، این مذهب من است. چه بسا که فلان حدیث به یک امامی از طریق صحیح نرسیده باشد اما به امام دیگر رسیده باشد، وقتی که برای ما ثابت شد که فلان حدیث صحیح است، اگر ما بر حدیث صحیح عمل کردیم، در واقع بر اساس اصول خود امام ابو حنیفه یا امام مالک و امام شافعی رحمت الله علیه در واقع ما عمل کردیم. این گونه که هر چی فلانی بگوید ولو اینکه اشتباه بگوید من مخلدون هستم، این کار عاقلانه نیست و حرامه، هیچ کسی چنین مقامی رو نداره. اما تقلید از یک شخص معینی بین معنی که شو همیشه سوالای خودتون رو از یک فرد مشخصی بپرسید، من اینو نگفتم که حرام هست. جزاکم الله خیر. 9 تا سوال داریم و نزدیک به 6 دقیقه وقت. فقط برای خیر جواب بدن. درست. آی رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن اگر کسی 3 پسر داره و اسم آنها را به اسم من یعنی اسم رسول الله و یا اسم اصحاب نگذارد، در حق ایشون خیانت کرده است. آیا این حرف از رسول الله درسته؟ نه، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده و این دروغی هست که به رسول الله نسبت میدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که محبوب ترین نامه ها عبدالله و عبدالرحمن هستند. بله. و در مورد این خودشون تشویق کردند که عبدالله و عبدالرحمن رو نامگذاری بکنین و صادق ترین نامه ها فرمودند حارث و حمام هست، حارث و حمام. اما این که فرموده باشه هر کسی که نام من یا صحابه رو نگذارد بر من ستم کرده، این دروغ هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرمودند. درست. بیننده بعدی گفتن شخصی به قرآن قسم خورده و قرآن را زیر پا گذاشته است، این شخص چه حکمی دارد؟ زیر پا گذاشتن قرآن کفر است. کسی که قرآن را زیر پا بگذارد کافر هست، منتها این باید تبیین بشود که اگر از روی جهالت چنین کاری رو کرده، از روی شدت عصبانیت این کار رو کرده، از روی مجبوری این کار رو کرده، در این صورت حکم کفرش صادر نمی شود. اما عملا کسی اگر به خاطر اهانت به قرآن این کار را انجام بدهد، در واقع کافر می شود و باید دوباره تجدید ایمان بکند و شهادت این رو دوباره باید بر زبان بیاورد. درست. نام آسیه برای دختر درسته یا نه؟ اشکال نداره و جایز هست. درست.
یعنی بعدی گفتن که برای حج ایشون امتحان دادن و میخوان کسی دیگه اگه برنده شدن رو به جای خودشون به حج بفرستن، درست یا نه؟ یعنی در شبکه شرکت کردن در مسابقه قرآن اشکال نداره؟ من اینجوری حج زدم. بلفرض این که یک کسی در یک جای مسابقه شرکت کرده باشه، نامش در اومده باشه، به عنوان برنده شده باشه برای حج، این حج رو به یک کسی دیگر هدیه بکند، این از نظر شرعی اشکال نداره و جایز است. درست. آقا احمد از تاجیکستان گفتن که این سوالش این بود که ختنه برای دختر از نظر شرعی چه حکمی داره؟ ختنه یکی از عادات در واقع عرب بوده، یعنی قبل از اسلام که ختنه میکردن دختران را. ختنه کردن پسرها در اسلام هم این جزء سنت های اسلامی هست، اما ختنه کردن در واقع دختران یک عادتی بوده که در زمان جاهلیت بوده و اسلام اینو در واقع تخفیف داده، اسلام اینو در واقع تخفیف داده و در اسلام این ختنه کردن دختر جز سنت ها نیست، سنت در واقع شمرده نمی شود. یک عادت جاهلیت بوده که در ابتدای اسلام باقی بوده در برخی از مناطق و چه بسا که امروزه هم در واقع وجود داشته باشه، اما یک سنتی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن تاکید شده باشه یا تشویق شده باشه یا امر شده باشه، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداره. درست. خالد از آلمان گفتن که در منطقهشون در افغانستان در هنگام دفن میت علما چند آیه را تلاوت میکنن و قرآن را سه بار میچرخونن، این کارشون درسته یا نه؟ هیچ گونه دلیلی وجود نداره. از رسول الله صلی الله علیه و سلم با تعداد زیادی از اصحابشون که از دنیا رفتن و ایشون خودشون میرفتن سر جنازهشون و دفنشون میکردن، حتی یک موردی نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسی قرآن رو خونده باشن یا قرآن رو در واقع بچرخونن بر سر قبر، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. صرفا ایشون فرمودند که استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل، برای برادرتون طلب مغفرت بکنید که الان مورد بازخواست قرار گرفته و از اون سوال می شود. این اندازش جایز هست. دعا برای میت در هنگام دفن جایز هست، اونم به صورت دست جمعی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده و خواندن قرآن از رسول الله صلی الله علیه و سلم به این کیفیتی که این بیننده عزیزمون گفتن چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. و ما در مراسم شرعی خودمون، در مراسم عبادی، در کارهایی که امید ثواب، امید تقرب داریم یا امید ایصال ثواب به دیگران داریم، باید دلیل قطعی و مسلمی از قرآن و سنت داشته باشیم. در بعد عبادت به هیچ عنوان ما نمیتونیم که تقلید بکنیم یا اینکه قیاس بکنیم، در واقع این عمل عمل مردودی هست و از قرآن و سنت ثابت نیست. درست. جزاکم الله خیر. دادن زکات قبل از رسیدن وقتش به خاطر نیاز به آن پول برای دیگران، درست یا؟ بله، هیچ گونه اشکال ندارد. قبل از اینکه حولان حول باشد، یک سال کامل بر مال بگذارد، این شخص میتواند که زکات مال خودش رو مقدما و زودتر پرداخت کند. بله، ادا میشود و در واقع وقتش از همون وقت اصلی هست. اگر مثلا دو ماه قبلا الان داده، از الان شروع نمی شود وقت زکاتش، یعنی سالش عوض نمی شود، بعد از دو ماه شروع می شود و زکات که قبل از سال باشه هیچ گونه اشکال نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر. و نگرانی آدم به خاطر آینده فرزندانشان که گمراه نشوند، به شرک مبتلا نشوند، آیا این حالت درسته یا نه؟ انسان باید همیشه مواظب و مراقب باشه، دعا بکنه برای فرزندان خودشون. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، یه دعای قرآنی هست و همیشه انسان باید دغدغه فرزندان خودش رو داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر بکند. اضافه بر این هم در واقع همیشه دعا بکند به پیشگاه الله متعال که اونها را در دنیا و آخرت سرفراز و سربلند بکند و نیکی پدر و مادر در نیک بودن فرزندان و همچنین نیک بودن فرزندان در ایصال ثواب و در واقع شادمان شدن پدر و مادر در روز قیامت تأثیر خیلی زیاد و مثبتی رو دارند. و من امیدوار هستم تمام کسانی رو که طلب دعا کردند و که فرزندانشون صالح باشند، الله متعال به اونها فرزندان صالحی رو عنایت بکند. کسانی رو که الله متعال بهشون فرزند نداده، به فرزندان صالحی عنایت بکند. اونهایی که فرزند دارن، فرزندانشون رو نیک و صالح بگرداند و حتی اونهایی رو که ازدواج نکردند، الله متعال برایشون شریک زندگی با ایمان و با اخلاقی رو انشاءالله میسر بفرماید. جزاکم الله خیر. در وقت خواندن قرآن حرف زدن و حرکت کردن آیا جایز است یا نه؟ بله، جایز هست. وقتی که در واقع قرآن میخونن، اگر کسی اومد سلام کرد، در وسط جواب سلام رو بدهن، اگر نیازی شد حرف بزنن یا جا به جا بشوند یا حتی مثلا راه برمند در هنگام تلاوت قرآن، اینا هیچ گونه ممانعت شرعی ندارد و جایز هست. درست. وقت برنامه هم به پایان رسید. سوال هم الحمدلله تمام شد، سوالی که در امور شرعی بود و تشکر میکنیم از شما. خسته نباشین.
از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودند و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حيرة من أمري فهنا علم وهنا